امیدوارم که حال همتون عالی باشه. امروز میخوام از مسیر مسجد جامع ببرمتون سمت بافت تاریخی و خانه نقاشی. امروز شنبه 11 آذر سال 1402، اینجا یزد، خیابان مسجد جامع به سمت فهادان. توی بافت تاریخی یزد یه سری کوچه ها هستن که سقفشون همینطور که میبینید کوتاهه. این کوتاه بودن سقف دلیل داره توی معماری ایرانی، اسمش ساباته. سابات هوای زیرش توی تابستون خنکه، توی زمستون گرمه و مخصوص شهرهای گرمسیریه. شهرهای مثل اصفهان و کاشان و یزد سابات رو توی معماریشون از قدیم داشتن. کاربرد دوم سابات این بوده که خونه های اطرافش رو مستحکم نگه می داشته و در برابر زلزله محافظت می شدن. کاربرد سومی که سابات داره اینه که قدیما وقتی که راهزنا با اسب به یه شهری حمله میکردن، وقتی که این سقف کوچه ها رو کوتاه میساختن و سابات میزدن به اصطلاح، دیگه اسب سوارا نمیتونستن وارد شهر بشن چون قد اسب بلند بوده. سابات توی معماری ایرانی مخصوصا توی شهرهای گرمسیری کاربرد زیادی داشته. مثلا رهگذرا وقتی که بعد از یه مسیر طولانی توی هوای گرم و آفتاب پیاده روی میکردن، میتونستن زیر سابات یه مدت کوتاهی استراحت کنن.
سابات پشت بوم خونه ها رو هم به هم دیگه وصل میکنه و اینجوری توی زمانهای قدیم خانوما میتونستن بدون اینکه از خونه بیرون بیان مثلا وسیله رو به همسایه بدن یا ازش چیزی رو بگیرن. اگه شما هم به جاذبه های گردشگری شهر یزد علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا هم یه زمین فوتبال جالب بود که بچه ها داشتن توش فوتبال بازی میکردن. بالاخره رسیدیم به خانه نقاشی. خانه نقاشی شامل یک حیاط زیبا، یک گالری بی نظیر از نقاشی ها و یک پشت بومه که اونو به کافه تبدیل کردن.
آخرش که بعد دیدم چقدر شد این کاره بدون داره بود که نیستی بود چقدر الان اینجا آخرش که بگم آخرش که بگم آخرش که بگم آخرش که بگم اشهر داریم همین حرسی بود که بسیم نمیتیم یادیم آخرش که آن هم خودم دارم بیش میکنم بعد برم سمت خریده یکی تاکی میگه اونه که من تاج نخواهم که چه عزت تاجی که پر از نخوت و رنگ است یعنی تاجی که مثلا تاجی مثلا مثلا پادشاهی که مردم باشه من تاجی نخواهم مثلا از طرف خدا و اون چه بچی بینه همونی که مولانا شده حافظ شده مثلا مردم خیلی ها که دیم ندارم مثلا من بگم نماز داری حافظ داری هم میکنم تاجی که خدا مثلا به حافظ داری پشت بومش هم خیلی خوشگل بود. بریم که پشت بومش رو بهتون نشون بدم. بالا پشت بوم اکثر خونه هایی که توی بافت قدیمی یزد وجود داره خیلی جذاب تر از خود خونه هاست به نظر من، چون وقتی که میریم بالا یه نمای زیبایی از خود یزد و خونه ها و این خشتی بودنش و این رنگ قشنگ آسمون و ترکیبش با رنگ قهوه‌ای خونه ها قشنگ جلو چشمون نمایان میشه، خیلی خوشگله.
شما هم اگه قراره در آینده نزدیک به یزد سفر کنید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.